معرفی و خلاصه کتاب کتابخانه نیمه شب، یک رمان و هزار هزار زندگی. کتابخانه نیمه شب داستانی از مدهک شما رو به این فکر می اندازه که اگه زندگی دیگری رو تجربه می کردید چه روزگاری داشتید. من نورا سید هستم و موقعیت‌های زیادی برای ساختن زندگیم داشتم و تک تکشون رو از دست دادم. گاهی از روی بدشانسی و گاهی از روی بی‌احتیاطی خودم. دنیا روی خوشش رو از من گرفت. من همه اطرافیانم رو ناامید کردم. پدرم رو که قول داده بودم قهرمان شنا شوم، برادرم رو به خاطر رها کردن گروه موسیقی، نامزدم رو به خاطر به هم زدن عروسی و دوستم و گربه‌ام رو، حتی خودم رو. وجودم برای کسی ارزشمند نیست. همین امشب همه چیز را تمام خواهم کرد. نورا بعد از خودکشی وارد کتابخانه‌ای به نام کتابخانه نیمه شب میشه. جایی با قفسه‌هایی پر از کتاب. جایی ما بین زندگی و مرگ، شاید برزخ کتابی. کتابدار کتابخانه نیمه شب شبیه به زنی است که نورا قبلاً میشناخت. زن کتابدار تعداد بی نهایت کتاب به او نشان میده و میگه تمام این کتاب ها میبایست برای نورا باشه اگه تصمیم دیگه ای میگرفت. در این حین نورا با کتابی قطورتر از بقیه کتاب ها روبرو میشه، کتابی قطور و خاکستری به نام کتاب حسرت ها. حسرت هایی که تمام روح و روان نورا رو احاطه کرده و در نهایت او رو به اینجا، به کتابخانه برزخی کشانده است. او میتواند تمام انتخابهایش را دوباره امتحان کنه و ببینه که اگه فلان تصمیم را گرفته بود چه چیزی در انتظارش بود. او هر بار یکی از کتابها را انتخاب میکند. هر کتاب مساوی با زندگی جدید. در نهایت او باید تصمیم بگیره کدام زندگی را میخواهد. جایی که قهرمان شناست، جایی که خواننده معروف، جایی که همسر یک مرد، یا اینکه آیا واقعا اگه جور دیگری زندگی می کرد و تصمیمات متفاوتی گرفته بود، او الان خوشحال و بدون حسرت بود؟ حقیقت اینه که ما هرگز نمی تونیم تمام کسانی باشیم که دلمون می خواد. نمی تونیم تمام زندگی هایی رو از سر بگذارونیم که دوست داریم و هیچگاه نمی تونیم تمام مهارت های مورد علاقمون رو یاد بگیریم. اما میتونیم این تجربه لذت بخش رو از رهگذر خوندن رمان به دست بیاریم. جایی میان زندگی و مرگ، کتابخانه بی انتها وجود داره که داستان واقعی هر فردی در اون منعکس شده. تصور کنید که اگه در این کتابخونه حق انتخاب یک زندگی رو داشتید چه میکردید؟ و چه چیزهایی در زندگی کنونیتون رو تغییر میدادید؟ با تغییر دادن اونها آیا شما همچنان همین فرد بودید؟ نورا سید شخصیت اصلی داستان در جستجوی زندگی حقیقی خودشه و با ورود به این کتابخانه نیمه شب، کتابخانه نگاهش به تمام مقولات بنیادین زندگی دگرگون میشه. تعداد زندگی‌هایی که میتونی داشته باشی به اندازه احتمالاتیه که توی عمرت داری. توی بعضی زندگی‌ها انتخاب‌های متفاوتی می‌کنی و اون انتخاب‌ها نتایج متفاوتی رو ایجاد می‌کنن. اگه فقط یک کار متفاوت رو انجام داده بودی، داستان زندگیت متفاوت میشد. همه اون زندگی ها هم توی کتابخونه نیمه شب وجود دارن. همشون درست به اندازه این زندگی واقعی هن. این رمان شما رو با خودتون روبرو میکنه، خودی که بهتر است به جای تنبیه درک بشه. شاید همه ما نورا باشیم. شاید کتاب خاکستری حسرت هامون قطورتر از کتاب خاکستری حسرت های نورا باشه. اصلا نکند ما واقعا نوراییم. نورا در کتابخانه نیمه شب تمثیل فرصت هایی است که باید برای خودمون بگذاریم و دریابیم اما نمیگذاریم.
نورا همین ماییست که فراموش کرده به فرصت نیاز داره و نه گریز. اگه فرصتی برای جبران گذشتتون داشتید، دست به چه انتخابهایی می زدید؟